با سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه KM شو. روز هستم در خدمتتون با یه قسمت دیگه و لباس‌های خوشگل دیگه. اولین لباس این قسمتمون، این لباس خیلی خیلی زیبا هست. طراح و دیزاینرش جادوره ایتالیا هست و دوخت از ترکیه. همونطوری که میبینید این لباس در واقع روش خیلی کار شده، از سنگ و پولک و چرم رنگی مخلوط دوخته شده است و روی یک بافت تور از زیر آستر رنگ تن داره و همونطوری که میبینید یقه باز خیلی خوشگلی داره که در ناحیه گردن حالت 3 سانت جدا شده، روی اون هم کار شده. از پهلو یه حالت اوریب مانند یه چین خیلی خوشگل اومده که اونو جدا کرده از قسمت دیگه دامن و همطور که میبینین Can you turn please؟ همطور که میبینین پشت این لباس بسیار بسیار زیبا و قشنگ جدا شده، دقیقا همون برشی رو که ما تو جلوی لباس داشتیم رو پشت تکرار شده. همطور که میبینین این کار ترکیبی از سرمه‌ای و آبی فیروزه‌ای هستش که بسیار زیبا کنار هم دیگه قرار گرفتن و با هم دیگه مچ شدن. روی تمام این قسمت ها کار شده و این لباس پارچش پارچه بسیار بسیار زیبا و قشنگیه. Can you turn please again? Thank you. و همونطوری که میدونین این دیزاینرهای ایتالیایی بعضی وقتا یه سری لباس ها رو مناسب میبینن برای یه سایز های خیلی مشخصی. از جمله این لباس رو فقط برای سایز 8 و 10 تولید کردن. امیدوارم که از دیدن یک کتوک خیلی زیبا با جسیکا لذت ببرید. منم با هاتون همراه میشم. ممنون. یادتونه با هم دیگه در مورد توناژ پوستی صحبت کردیم که 3 تا توناژ پوستی داریم، گرم، سرد و خونسا، و اینکه حالا الان میخوام یه خورده عمیق‌تر با هم در موردش صحبت بکنیم که این رنگ‌ها اول از که ما به کدوم یکی از این دسته‌های پوستی تعلق داریم، رنگمون به کدوم یکی از اینا میخوره و اینکه تشخیص بدیم حالا چجوری باید تشخیص بدیم که اصلا ما به کدوم یکی از این دسته‌ها متعلق هستیم. یکی از ساده ترین روشاش، اگه خاطرتون باشه دفعه پیش در مورد اینکه یک ورق سفید A4 بذارین کنار پوست صورتتون و اینکه ببینید رنگتون نسبت به اون سفیدی صفحه A4 آیا به سبزی و آبی میره یا به سمت خاکستری میره یا به سمت صورتی و بیرنگ میره. اگه صورتی و بیرنگ بود میگفتیم رنگ سرد و اگه رنگ سبز یا آبی بود میگفتیم رنگ گرم و اگه به سمت خاکستری بود رنگ خنثی حساب میشد. خب حالا یه راه ساده تری هم وجود داره، ساده تر از این روشی که قبلا هم در موردش حرف زدیم الان هم تکرار کردیم، اینه که خیلی از ماها جلوی نور خورشید وقتی که در واقع نور خورشید بهمون میتابه رنگمون یه رنگ برونزه خیلی قشنگی میشه. اگر رنگتون برونزه میشه یعنی شما رنگ گرمی دارید، توناژ پوستی شما گرمه، و اگر قرمز میشید یعنی اینکه توناژ پوستی شما سرد هستش. و حالا دیگه خونسا و گرم یه خورده سخت میشه تشخیص دادنشون، ولی با همون کاغذ سفید که گفتم خیلی خیلی ساده است تشخیص دادنش. بازم از روی رگای بدنتون میتونیم بفهمین اگر رگا به سمت سبز و آبی میره یعنی که شما توناژ پوستی گرم دارین، اگه به سمت صورتی بنفش به قرمز بزنه میره یعنی توناژ سردی دارین. به هر حال اینا روشاییه که شما میتونین عزیزان استفاده کنین برای اینکه بدونین تون رنگیتون چیه. حالا چرا ما همه اینا رو گفتیم؟ برای اینکه بدونیم مثلا چه رنگهایی با این توناژ پوستی مچ میشه. خب حالا اگه اجازه بدین یه خورده با هم دیگه بیشتر در موردش گپ میزنیم. Thank you.
با دومین لباس از این قسمت در خدمتتون هستم. این لباس لباس فوق‌العاده راحت، فوق‌العاده قشنگ، با جنس بسیار عالی که تا از نزدیک دست نزنید و لمس نکنید متوجه نمیشین که من چه خدمتتون عرض میکنم. این لباس جنسش استرچ هست کاملا، اما از زیر هم یه در واقع آستر داره. لباسیه که توش رگه هایی مثل لمه ولی خیلی خیلی ظریف که از جلو نگاه میکنی یه برق هایی رو توش احساس میکنی، به سادگیش در واقع یه خورده زیبایی بیشتری داده و همطور که میبینید از جلوی یقه وی بسیار پهن و عمیق داره. همینطور can you turn please؟ و همینطور که میبینید از پشت هم به این شکل هست. بالا تنه لباس از پایین تنه لباس با یک کمر خیلی خوشگل در واقع تو دوختش جدا شده. And can you turn again؟ این لباس از نظر قد بسیار قد مناسبی داره، برای پارتی ها خیلی خوبه و در ضمن یادآوری کنم که قیمت خیلی خوبی هم داره. این لباس دیزاین ترکیه هست و دوخت ترکیه هم هست. در ضمن توی 4 تا سایز 6, 8, 10 و 12 میاد. دوست دارم که با شماها با هم دیگه باشیم و این کتواک زیبا رو با هم ببینیم. خب اولین گروه توناژ پوستی رو که میخوایم در موردش صحبت کنیم که چه رنگ هایی بهش میاد، خانمای عزیز آماده این؟ رنگ پوستی، توناژ پوستی سرد هستش. اون دست رنگ هایی که با این توناژ پوستی خیلی خوب میخوره سبز آبی و سبز زمردی، بنفش، صورتی و همینطور آبی یخی هستش. اینا تو تون رنگ هایی هستن که در واقع خیلی به این رنگ پوستی میان. حالا اگه بخوایم برای همین توناژ سرد طیف رنگی گرمتری رو انتخاب بکنیم، میایم سراغ قرمز روشن، قرمز یاقوتی و زرد کمرنگ. و اگر بخوایم تو تون خونسا لباس بپوشیم با این رنگی که داریم، یعنی توناژ سرد، رنگ خاکستری، رنگ سرمه‌ای و سفید و مشکی. یادتون باشه که سفید و مشکی جزو رنگ‌های اصلی هستن و با هر نوع رنگ پوستی سازگاری دارن و زیبا میشن. پوست خونسا، اگر قراره که توناژ پوستی خونسا از رنگ‌های خونسا هم استفاده کنه، باید بدونین که نتیجه مطلوبی نمیگیریم. پس بنابراین میایم از اون دسته رنگ‌هایی که با این توناژ پوستی مچ هستن استفاده میکنیم. مثل چی؟ مثل آبی دریایی، زرد مایل به قرمز، صورتی چک که من فوق‌العاده دوستش دارم، همون دستی پینک اینجا، و سبز یشمی که چه رنگ‌های ملایم و قشنگی هستن و خیلی با این رنگ توناژ پوستی سازگارن. حالا اگه قرار رنگ خونسایی رو با این توناژ پوستی مچ بکنیم، قهوه‌ای، خاکستری، سفید و سیاه بهترین مچ های این رنگ هستن، توناژ پوستی هستن. سومین رنگ توناژ پوستی، توناژ گرم. این توناژ که بیشتر خانم های ایرانی و عزیزای ایرانی من فکر میکنم که این توناژ پوستی رو دارن و خیلی هم زیبا هستش، با رنگ هایی مثل نارنجی کهربایی و قرمز، هلویی، زرد و طلایی بسیار زیبا میشه. ارغوانی و همینطور زیتونی هم تو این دسته یه ریز سردتر هستن که باز با طیف در واقع گرمن و به توناژ پوستی گرم میخورن. حالا اگه بخوایم یه طیف خونسایی رو انتخاب بکنیم برای این رنگ پوستی، میایم از رنگ های کرم، رنگ کاپوچینویی،
و رنگ سفید و مشکی و خاکستری. لاکیان واقعا خوش شانسن اونایی که رنگ توناژ پوستی گرم دارن، چون خیلی از رنگ ها بهشون سازگاره. البته همه رنگ های پوستی زیبا و دلنشین هستن و همشون من مطمئنم در رنگ های بسیار خاص میدرخشن. من همه شما عزیزان رو دوست دارم و مطمئنم که خودتون به خوبی میدونین که چجوری آراسته و زیباتر از همیشه بدرخشین توی مجلس، البته با کتای میوه. سومین لباس از این قسمت، خیلی لباس به نظرم راحتیه، همونجوری که مدلمون گفت خیلی لباس راحتیه، چون استرچه و در واقع نگین نیست، یه جورایی بهش میگن پارچه های آینه ای، توش در واقع متریال براقی مثل پولک هست، ولی پولک نیست و تو جنس خود پارچه در واقع قرار داره. استرچی هست همونطوری که میبینید، یقه یه طرفه رومی داره ولی آستینش آستین حریر پفی هستش که الان خیلی مده و در همه در واقع جاهایی که سر از دیزاین و فشن و اینا در میارن الان این مده. این مدل در واقع با سراستین جدایی از جنس پارچه اومده، روی این حریر شیشه‌ای برای آستینش کار کرده و پشت و جلوی لباس یک کات رو داره. خیلی لباس ساده‌ای هست ولی همین یه طرفه بودن و این پف آستین بهش یه جورایی زیبایی داده که یکم از سادگی درش آورده. در سایزهای 6، 8، 10 و 12 این رو داریم که به شما عزیزان ارائه کنیم. برای خود من به شخصه همیشه خرید کردن از سایت های اینترنتی بزرگترین و سختترین کار ممکن بوده، به خاطر اینکه هیچ وقت اعتماد نداشتم به اینکه چه جنسی رو میتونم دریافت کنم، چون همیشه چیزی رو که تو عکس‌ها نشون میدادن چیز متفاوتی بود از اون چیزی که در واقع اون جنسی که من دریافت میکردم. برای این به این فکر افتادم که به شما در واقع با فیلم نشون بدم، چون عزیزان فیلم رو نمیتونی ادیت بکنی ولی عکس خودتون میدونین، همه میتونن ادیتش کنن، چیز دیگه ای رو به شما در واقع بفروشن. و یکی دیگه این که ملبورنیای عزیز همیشه ویلکامن که بیان و از لباسهای ما امتحان کنن و نزدیک ببینن تنخورش رو بدونن چه جوریه. الان شما رو دعوت میکنم به یک کتواک با این لباس، با هم دیگه نگاه میکنیم. میریم که آخرین لباس از این قسمت رو با هم دیگه نگاه کنیم. همونجور که میبینید یه لباس فوق‌العاده زیباست. این لباس از جلوی یقه شل داره که این یقه شل برای هم اونایی که میخوان در واقع پنهان کنن یه سری چیزا رو، هم اونایی که میخوان نشون بدن یه سری چیزا رو، برای جفتش مناسبه. بهتون بگم عزیزان، یقه های شل باعث میشه که برای هر در واقع بادی شیپی از بالاتنه مناسبه، به خاطر اینکه اگر کسی دوست داشته باشه که بزرگتر دیده بشه بدنش، از بالاتنه میتونه از این یقه استفاده کنه، حتی اگر خیلی هم کوچیک باشه، چون این یقه خودش میاد روی در واقع بالاتنه رو میگیره، بنابراین برای اونها هم خوب آپشنیه. جنس این لباس بسیار خاص هستش، از پولک هایی که به این لباس دوخته شده، دستدوز نیست ولی مثل خیلی از لباسایی که شما بیرون میبینین که پولک رو بهش چسبوندن هم نیست، یعنی تو بافت خود پارچه هستش. بسیار حالت استرچی داره، بسیار پارچه براق قشنگی هست. همونطور که میبینید توی دیزاینش نیومدن خیلی شلوغش کنن، خیلی ساده است، از جلو و یقه شل و خیلی خوشگل هستش. و همینطور can you turn back please، همونطور که پشت میبینین پشتش حتی سکسی تر و قشنگ تر هم هست، یه بند خیلی خوشگل اومده دو طرف یقه رو به هم وصل کرده و همون یقه شل رو که جلو داشتیم اومدن به عنوان
پشت بالاتنه پشت لباس استفاده کردن که بیشتر شکل در واقع سکسی و قشنگ، خیلی مناسبه برای کوکتل پارتی، برای پارتی های کریسمس و هر ایونتی که شما عزیزای خوشگل میخواین توش بدرخشین. Can you turn please؟ این لباس با سایز های 6, 8, 10 و 12 هستش. عزیزان ملبورنی بازم خدمتتون عرض میکنم، اگه دوست داشتین میتونین از نزدیک بیاین و تشریف بیارین امتحان بکنین با اپوینتمنت. و اینکه اونهایی هم که دور هستن به من اعتماد کنین، اگه خوب نبود من حتما حتما شرایط رضایت شما رو ایجاد خواهم کرد. از شما میخوام که با هم دیگه این آخرین لباس رو بریم و کچواکش رو ببینیم، امیدوارم لذت ببرید.